مرصاد بروجردی رئیس دانشکده هنر، علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری از میزوری با ماست. آقای بروجردی خیلی خوش آمدید. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند که این تحریم‌های ذیل قدام 2231 علیه تهران رو لغو قصد ندارن لغو کنند. قبل‌تر هم این رو گفته بودند. این برای جمهوری اسلامی به خصوص در عرصه سیاست خارجی به چه معناست؟ با درود خدمت شما و بینندگان. بله، فکر میکنم که جمهوری اسلامی میتونست انتظار داشته باشه که این سه کشور مهم اروپایی در 18 اکتبر آنچنانی که قرار بود حاضر نیستند که این تحریم ها رو بردارن. اون هم میدونیم که این یک واقعا پاسخی هست به فعالیت های ایران در حوزه های موشک و پهباد که صورت گرفته، و همچنین آن اتفاقی که هفته پیش افتاد که هم دولت فرانسه و هم دولت انگلیس اون رو محکوم کردن، و اونم ماهواره نور بود که ایران فرستاده بود به هوا، و اونها کشورهای اروپایی میگفتن این هم در همون قاموس قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل هست که قرار بوده ایران اینجور کارها رو نکنه، چون این فناوری ماهواره و اون چیزهای موشکی میتونه با هم خیلی نزدیک باشه. چیزی که در اعلامیه آقای جوزف بورل به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جلب توجه من رو کرد این بود که ایشون گفتن که اختلافاتی میان این کشورها بوده در رابطه با اینکه چه کار بکنن، که اونم به نظر میاد منظورش این است که کشورهای اروپایی در یک طرف ایستادن و روسیه و چین که طرفداری از ایران میکنن در سوی دیگر. برابر ماده 36 این قطعنامه 2231 قرار بود که اگر دو طرف از همدیگه انتقادی داشته باشن، مسائل مورد اختلاف رو بیارن به یک کمیسیون مشترک، 15 روز بهش وقت بدن، و اگر حل نشد اونو بیارن بدن به شورای وزرای امور خارجه. ولی به نظر میاد که این سه کشور اروپایی تصمیم گرفتن با در نظر گرفتن انبوه فعالیت هایی که از طرف ایران شده در زیر پا گذاشتن برجام، حتی از این مکانیزم برای حل مشکلات هم بهش دست نزنن. آقای بروجردی، چقدر فکر میکنید این پیشبینی شده بود در سیاست های خارجی تهران، یا اینکه نه این دست جمهوری اسلامی رو میبنده در عرصه سیاست خارجی به خصوص در مورد کمک های تسلیحاتی به روسیه؟ بله، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی واقعا میتونست انتظار داشته باشه که با در نظر گرفتن نقش مهمی که ایران در جنگ اوکراین بازی کرده از یک سال پیش تا به حال، خب این کشورهای اروپایی حاضر نخواهند بود که این تحریم ها رو وردارن. ولی در حساب و کتابی که به نظر میاد تهران کرده، اونها تصمیمشون این بوده که نزدیکی به روسیه، همکاری با روسیه در اون جنگ اوکراین و استفاده های تسلیحاتی که میتونن هر دو طرف هم ایران و روسیه از هم دیگه بکنن، شاید براشون بیش از این اهمیت داره در این برهه از زمان تا برداشته شدن این تحریم های موشکی که از طرف سازمان ملل وضع شده.